آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، بیشتر به ما بگو که این سناتورها چه گفتن به تو. ببین، به نظر میاد که بعد از این یکی دو روزی که الان گذشته است، اون روزی که این جلسه محرمانه اتفاق افتاد و ما هم اونجا حضور داشتیم، سناتورهای جمهوری خواه بیشتر میومدن با مطبوعات صحبت بکنن، حداقل جلوی دوربین، اونجایی که اجازه داشت دوربین ما اونجا دوربینمون رو بکاریم. من دیدم آقای سناتور تیم کین از حزب دموکرات داشت صحبت میکرد با نشریه جویش اینسایدر، یه خود اون طرف تر از ما، اما هیچ کدوم از دموکرات ها وقتی رد میشدن و ما ازشون میخواستیم که بیان و راجع به این جلسه صحبت کنن یا اطلاعات جدیدی بدن، هیچ کدومشون حاضر نشدن. نه تنها با ما، با نیویورک تایمز، واشنگتن پست و دیگر خبرنگارانی که اونجا بودن و سوال داشتن در مورد ایران صحبت کنن. حالا این مقاله‌ای که منتشر شده است و نقل قولی که از سناتور تیم کین وجود داره، که سناتور تیم کین شما باید بدونی چه شخصیتی است، یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب دموکرات، کسی بود که در انتخابات سال 2016 قرار بود اگر خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور میشد، ایشون میشد معاون خانم کلینتون و آدم میانه روی است. در ضمن در کمیته روابط خارجی سنا هم هست و یکی از اعضای اصلی این کمیته است. وقتی سناتور تیم کین بیاید بگوید که هیچ آپدیت جدیدی وجود نداشته، هیچ بروزرسانی نبوده، به نظر نمیاد که دولت بایدن استراتژی جدیدی در قبال ایران داشته باشد، یعنی دولت بایدن از حمایت حتی حزب خودش برخوردار نیست، برای اینکه حتی اگر بخواد در مذاکرات با اتمی با ایران مانوری نشون بدهد. ما دیشب هم وقتی که در انستیتوی بین‌المللی جمهوری خواهان دیشب به وقت واشنگتن اینجا بودیم و در یک مراسم بزرگداشت سالیانه ای که در مورد افرادی که کمک میکنن به پاسداشت دموکراسی و جایزه امسال داده شد به زنان ایرانی، وقتی اونجا من بودم دیشب، سناتور دن سالیوان از ایالت آلاسکا هم صحبت کرد، یه تیک کوتاه هم صحبت کرد راجع به جلسه محرمانه دو روز پیش و ایشون گفت اطلاعاتی که در این جلسه گرفته مربوط بوده بیشتر به وضعیت زنان در ایران. یعنی حتی به نظر میاد فرداد کل این جلسه، حتی اگر در مورد ایران هم بوده است، در مورد فقط توافق اتمی نبوده است، طبق اون چیزی که به ما گفت سناتور دن سالیوان اونجا، به نظر میاد بخشایش به خیزش انقلابی مردم ایران برمیگشته و دولت بایدن فقط در واقع داشته یک بروزرسانی انجام میداده برای سناتورها بدون اینکه بخواد طرح جدیدی رو داشته باشه. صحبت‌های دنیس راس هم که شما میشنوید در این زمینه، بارها مقامات دیگر در حزب دموکرات، دیپلمات‌های سابق این حرف رو تکرار کردن، گفتن تا زور بالای سر جمهوری اسلامی نباشد، این رژیم حاضر نیست که از خودش نرمش نشون بده. دولت بایدن باید سعی کنه سفتر با جمهوری اسلامی برخورد کنه یا حداقل تهدید نظامی رو بر سر جمهوری اسلامی نگه داره. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.